در یک روایتی از پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و روحی فداه و فداهم اجمعین وارد شده که خدای ملکی داره، یه فرشته‌ای داره که این فرشته و این ملک هر روز صبح شروع میکنه ندا دادن و صحبت کردن. بعضی از عزیزانی که تو این جلسن، خب چهرهاشون آشناست، چه مناسبتی چه هفتگی های سه شنبه شبها رو در فدایان حضرت زهرا سلام الله علیها و روی فداها زیارتشون کردیم، بعضی هم احساس میکنم شاید مثلا مهمون این هیئت باشن و امشب آمده باشن، این رو برای اون دسته از عزیزان عرض میکنم که رفقا، چون این مطلب رو، این تیکه که میخوام بگم و تو فدایان عرض کردم، رفقا استبعاد نفرمایید وقتی میگیم یه ملکی خدا داره و این ملک هر روز بامداد به بامداد، صبح به صبح داد میزنه، ندا میزنه، فریاد میزنه و همه مردم رو مورد خطاب قرار میده. استبعاد نفرمایید، یعنی دور از ذهنتون نباشه چنین چیزی هست. تو عالم یه اصوات و صداهای عجیب غریبی وجود داره که امثال من که گوششون مبتلا شده به گناه و گوش معنویشون بسته است، اونا رو نمیشنون، وگرنه این اصوات هست، این صوت ها هست، من و تو گیرندگیشو نداریم. پیغمبر مکرم میفرمان موقعی که من چوپانی میکردم، حالا قبل از بعثت، موقعی که من چوپانی میکردم گاهی میدیدم این گله گوسفندی که در حال حرکته یهو متوقف میشد. من چون خودم روستایی زادم با افتخار و چون خودم دنبال گله دویدم تو کودکیم، تو حالا 10 سالگی 12 سالگی، یعنی گوسفند چروندم، الان میگن گوسفند چرونه اومده منبر با افتخار الحمدلله، این حالت رو کامل دیدم و درک میکنم. شاید کسی اگر با حیوانات سر و کار داشته باشه عرض من رو تایید بکنه که گله گوسفند داره میره، یهو متوقف میشه بی هیچ دلیلی، یهو وای میسته. من دیدم پیغمبر میفرماد گاهی گله گوسفند در حال چرا بود، داشت میچرید، یهو متفرق میشد. اینم من دیدم اتفاقا به چشم. بعد مثلا هرچی نگاه میکنی میبینید حیوانی حمله کرده، علتی داره، اتفاقی میبینید هیچی نی، شرایط طبیعیه، طبیعیه، اما گله خورده هم پاشیدگی داره. پیغمبر میفرماد قبل بعثت میدیدم که مرغ گاهی شروع میکردن سر و صدا کردن، حالا این تعبیر منه، قدقد کردن شدید بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه. اینم من دیدم، احتمالا شما هم دیدید که یه مرغا بی دلیل گردن میکشن شروع میکنن قدقد کردن. میفرماد بعد بعثت از جبرئیل سوال کردم که جبرئیل این چه حالیه به این حیوان عارض میشه، دلیلش چیه؟ یهو یکی مثلا رم میکنه، یهو داره میره میسته، یهو گردن میکشه شروع میکنه سر صدا کردن. الله اکبر. جناب جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، حیوانات صدای ناله معذبین در دوزخ برزخی رو میشنون. اصلا یهو ناله میزنه، یه سیهی میزنه، همه چی میپاشه از هم، حیوان ها میشنون. به خاطر همین در حال چران یهو حرکت میکنن، دارن راه میرن، یهو متوقف میشن. روایت حیوان ها میشنون. فرمود جز جن و جز انس، بقیه همه کائنات میشنون. میخوام بگم یه صداهایی تو این عالم هست
من گوشم کره. آخه جوون دورت بگردم، امروزه یه اتفاقی افتاده، اونم این که همه چیز عالم رو امثال منی میخواییم با عقل محدودمون بسنجیم. تا عقلمون قبول نمیکنه میزنیم زیر میز و بازی میگیم از بیخ نیست، مخصوصا مسائل دینی. رفقا تو دین ما یه ظاهر میبینیم، ببینید ظواهر شر، وضو گرفتن، نماز خوندن، قطعا و یقینا باید ظواهر شر رعایت بشه، اما این شرع مقدس باطنی هم داره، ما باطنش رو نمیفهمیم خیلیامون. اینی که امروز میبینی شبهه بین جوونا زیاد شده فراوون، خیلی هم میگن راست میگه دیگه، خب اینو اگه راست میگه جواب بده، که همش جواب داره، شاید یه همچون من اینتونم جواب بدم، اما جواب دارد، جواب داره این مطالب. نه یا بزن زیر بگو نه این اصلا از بیخ اشتباهه، این وجود نداره. فرمود این ملک هر روز بامداد به بامداد، صبح به صبح ندا میزنه، 7-8 تا ندا داره، من 2-3 تاشو میگم. اولی میگه یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، 20 ساله ها بلند شید پشت کارو بگیرید، پی کارو بگیرید، تلاش کنید، جدو وجتهدو. اصلا یکی از ضربه هایی که رفیق، برادرم، خواهرم، دشمن داره به ما میزنه این کسل کردن جووناست. یکی از ابوابی هم که خیلی همون توش مبتلا شدیم، گیر کردیم، معتاد شدیم، مریض شدیم، همین گوشی موبایل هاست. یعنی طرف دست میگیره، حالا نه پدری داره، نه مادری داره، نه خونه‌ای داره، نه زندگی داره، نه همسری داره، نه برادری داره، نه خواهری داره، نه دختری داره، نه پسری داره، نه هیچی. دست میگیره با این ور میره، این تو فضای خودش، تو حال خودش، انقدر هم دستش تا خوابش میبرد، دستش میفته. هر کی اینجوری یه صلوات بفرسته، حالا خداوکیلی، هر خداوکیلی گفتم، خدا هر کی این مدلی نیست صلوات بفرسته. آقا خودمونیم دیگه، همه گیریم، هر کسی به یه مدلی، به یه نوعی. آقا گوشی رو به دست بچه بازی کنه، حالا فعلا تو منبر ما رو خراب نکردی. درست شد؟ این کسل میکنه آدمو، روح آدمو به هم میریزه، آشفته میکنه دیگه، اصلا آدم نمیتونه جدو وجتهدو بشه، پاشه مثل شیر بیفته. بابا جوون 20 ساله یه خونوار رو تغذیه میکرده، یه خونوار رو خرجی میداده سابق بری، الان جوون 20 ساله تو ابتداییات زندگیش مونده. آشخ جونم، از اقتصاد به هم ریخته، توجیه نکن. نه من توجیه نمی کنم، من قبول دارم اوضاع اقتصادی ما اوضاع مساعدی نیست، من قبول دارم، همه هم قبول دارم. اتفاقا من صدام نمی رسه ها، یعنی بیشتر از این صدام نمی رسه، همینقدر برده صدای من، همینقدر، ولی همینقدرش هم میگم که هر کسی که الان بعدن صدای منو میشنوه بهش میرسه، باور کنه به پیر، به پیغمبر، جوون روز نمیخواد، جوون کار میخواد، جوون آینده میخواد، جوون اعتبار میخواد، جوون ارزش میخواد، جوون زندگی خوب میخواد، جوون خونه میخواد، جوون ازدواج میخواد. روز نمیخواد، روزش مال شما. ما دلمون خوش میکنیم، گاهی میگیم مثلا روز جوون، بعد فقط هم به هم تبریک میگیم، آقا روزتون مبارک، پیام میزنیم روز جوون مبارک. نه قربونت بشم، برای جوونا باید یه کاری بکنن. من چند روز پیش داشتم صحبت ها مقام اعظم رهبری حفظ الله رو گوش میدادم، آقا ببینید چقدر نکته ظریفه، آقا فرمودن بابا فضای مجازی و اینا اولویت جامعه نیست، اولویت اجتماعی ما الان بیکاری جووناست.
حالا هی میرن میان، هی نمیدونم صیانت از فضای مجازی، طرح صیانت میبرن، طرح صیانت رو رد میکنن، یه روز جلسه میذارن تصویب میکنن، یه روز جلسه میذارن رد میکنن. اینا اولویت اجتماع امروز جمهوری اسلامی نیست. من قبول دارم اگر جوون کار داشته باشه، اگر جوون شغل داشته باشه دنبال این چیزا نمیره، اما این طرف قصه رو شما قبول کنید که ما خیلی کسل شدیم، ما خیلی زمینگیر شدیم. اصلا رفقا خیلی از جوونا الان کله بر اجتماع، کله بر اجتماع، خودمونی روون امروزیش میشه آویزون جامعه، سربار جامعه. یه وقتی یه عده‌ای رفته بودن مسافرت، تو اینا یکی بود خیلی عابد و زاهد و اهل ذکر و تسبیح و جانماز و نمقلوت، و منزل به منزل که میرسیدن، خب سابق بر این میدونید شما کاروانسرا بود، یه منزلی رو میرفتن ساکن میشدن، صبح حرکت میکردن تا غروب منزل بعدی، همینطور تا برسن به مقصد. منزل به منزل که میرفتن، این دیگر دقت کنید، خب طبیعتاً باید بار حیوانا رو باز میکردن و پهن میکردن و رخت خوابی و غذای آماده میکردن. تا میرسیدن به اون منزل، این آقا از اسبش پیاده میشد، یکی بودو میرفت زیر اندازش پهن میکرد، اینم رو به قبله مینشست و شروع میکرد تضرع و زاری و یک حال خوبی هم داشت، اشکی هم داشت، سبحان الله سبحان الله شم دقیق مخارج حروف. یکی میگو آقا برای آقا غذا درست کنید، میدویدن غذا درست میکردن. اون یکی میگو اسب آقا رو تیمار کن، تمیزش کن. همه هم خوشحال که در خدمت این آقان که اهل ذکر، اهل ورد، اهل نماز، اهل دعاست. اینا رسیدن مدینه، آقا در خدمت پیغمبر رو شروع کردن از این تعریف کردن، گفتن آقا تو این کاروان ما یکی بود اصلا اعجوبه. پیغمبر فرمود چرا؟ گفت آقای می رسیدیم به کاروان سرا، شروع می کرد گریه کردن، دعا خوندن، نماز خوندن. پیغمبر فرمود ببینم کاراشو پس کی می کرد؟ کی پن می کرد؟ کی جمع می کرد؟ کی غذا درست می کرد؟ کی به اسبش می رسید؟ کی لباساشو می شد؟ اینا با افتخار گفتن کلنا یا رسول الله، همه ما دست به دست هم می دادیم کاراشو می کردیم. پیغمبر فرمود کلکم خیر و من، همه تون از او بهتری، همه تون از او بهترید. کسی میخواد کاری بکنه بکنه، دعا بخونه بخونه، نماز بخونه، کارش هم باید پیش ببره. جوون اسلام در بعضی از روایات لعن میکنه کسی رو که آویزون اجتماع باشه، کله بر اجتماع باشه. مشتی دورت بگردم، جدو وجتهدو محمد ابراهیم همت میسازه، نه خونه خوابیدن و با گوشی بر رفتن حالا یه چیزی بیاد و بخوریم و شبمون روز بشه روزمون شب بشه. جدو وجتهدو مصطفی صدرزاده میسازه، یکی در نهایت بگه اون زمان بود، اول انقلاب همه پا به کار بودن، نه این مصطفی صدرزاده رحمت الله علیه ما شهید مدافع حرمه. جدو وجتهدو محسن حججی میسازه، دورت بگردم، غلامتم، نوکرتم، پدر و مادر یه باب اساسی دغدغه‌شون شماهایید، اونایی که کار ندارن، بیکارن، بیارن. عاشق کار نیست. آقا اینم یه خورده ای من بهش تعرض دارم و یه عرضی دارم روش، اینم که آقا هممون الان دنبال کاری میگردیم که پشت میز بشینیم، جلومون دلا بشن، جلومون راست بشن، یکی چای بیاره، یه منشی داشته باشه. خب همه که نمیتونن این کار رو انجام بدن. کار هست، کاری که باید باشه. کسی بیلزن باشه زمینشو بیل بیزنه. این مدل کار اگه میخوای حالا حالا بودو، کنندش کمه، کننده کار کمه، بهانه میارن.
همین جلسه رو که تو میخوای بیای. خب من دیشب قم بودم، صبح رفتم سمنان، از سمنان اومدم اینجا نشستم یه چرتکه زدم، دیدم من 1:30 رسیدم سمنان. خب 2:30 دیرتر راه بیفتم نمیرسم، 3 ساعت راه، احتمال چهارشنبه سوری و ترافیک و اینا هم هست، باید زودتر راه بیفتم. شما هم اینو برنامه ریزی کردید، اگه میخوای به جلسه برسی باید سر تایم را بیفتی با احتساب شرایطش، اگه میخوای به خدا برسی سر تایم با احتساب شرایط باید حرکت کنی. خونه خوابیدن و حالا ببینیم چی میشه و هرچه پیش آید خوش آید، میلیمتری آدمو جا به جا نمیکنه. شما نگاه بکنید، تاریخو بگردید، من نوکرتون میشم، غلامیتونو میکنم، یه جا تو تاریخ پیدا کنید یه کسی بخور و بخواب به جایی رسیده باشه، حالا هر جا هست، از شهرت، از محبوبیت، از ثروت، از حکومت، ببینید پیدا میکنید والا نیست، مثبت و منفیشا، چه اونایی که به جایی رسیدن آدم ها خوبی بودن، چه اونایی که مثلا ناپلئون و امثاله هم. آقا تلاش میخواد، دویدن میخواد، عرق ریختن میخواد. سلام حسین. فلانی ماشینش فلان مدله، خوش به حالش، نگاه نمیکنی. اینی که دارم میگم مصداق تو ذهنم، این مثالو میزنم، یکی از موفق ترین تجار این مملکت تو بازار شهرشون حمالی میکرده تو نوجوانی، بار میذاشتن رو دوشش اینور اونور میبرده، پادویی میکرده تو حجره اینون، جوونا دورتون بگردم یه خورده حرکت کنید، یه خورده تحرک مادی و معنوی داشته باشید، جد و اجتهدو، هر روز اون ملک ندا میزنه، باشید تلاش کنید. دو، یا ابنا الثلاثین، 30 ساله ها، لا تقرن نکم الحیات و دنیا، نکنه این حیات دنیا و زندگی دنیا شما رو مغرور کنه، گولتون بزنه. 30 ساله ای، 4 ستون بدن سالم، پاها الحمدلله بکار، گوش قشنگ میشنوه، چشم تیزه میبینه، داره قلب کار میکنه، همه چی سر جاشه، فکر میکنی همیشه همینجوری میمونی؟ نه، لا تغرن نکم الحیات و دنیا، زندگی دنیا یه وقت خرابت نکنه، مغرورت نکنه، اقبات نکنه. من الان مثلا این جمع رو نگاه میکنم فکر میکنم بالای 90% باید زیر 30 سال باشید، بالای 90% زیر 30 سال باشید. به پیر، به پیغمبر همیشه اینجوری نمیمونه. اونی که الان 30 سالشه، خدا یه حال اساسی بهش بده، یه 30 سال دیگه هم بهش بده، مثلا بشه 60 سال، وعده من و شما تو 60 سالگیتون. ببینی از در این حسینی ناجا میای تو، اونور دور میزنه، اینجا میای تو، مثلا کلن 3 دقیقه طول میکشه، میبینی انشاءالله از بابی که سنت بیاد بالا، نه اینکه مبتلا بشی، انشاءالله سنت بره بالا، بره بالا، انقدر عمر کنه میبینی 5 قدم رو بخوای بری نمیتونی، عجات میخوای بلنشی، یا علی یکی زیر بغل آقا رو بگیره، نمیتونه بلنشی. لا تغرن نکم الحیات الدنیا، حیات دنیا مغرورتون نکنه، همیشه اینجوری نمیچرخه رفیق. چون میخوام اگر برسم این چیزی هم راجب از علی اکبر بگم، 40 سالگی قصه دیگه بر میگرده، ورق بر میگرده، یا ابناء الاربعین، 40 ساله ها، چیزی آماده کردید برای ملاقات خدا؟ لقاء ربکم، یعنی چی؟ یعنی 40 ساله شدی، آروم آروم به فکر بستن بارت باش. البته الان عرف نمیپذیره ها، الان عرف نمیپذیره، ولی در سنت داریم
کسی 40 ساله شد عصا دست بگیره. آه 40 ساله همه چی سالم؟ نه، در سنت داریم عصا دست بگیر تا خودت در حالت خودت احساس انکسار و شکستگی و پیری بکنی. داره میرسه، ببین سفید شد سرمون، در این بغل شروع میشه سفید شدن، باید در بغل گوش. گفتن چرا؟ گفت چون سفیر مرگه، تو گوشت هی زنگ میزنه میگه ببین پیر شدی ها، اسرائیل خفتت میکنه همین روزا، حواست باش. چیزی آماده کردی 40 ساله برای ملاقات؟ این روایت رو یادم تو فدایان خوندم برای اونایی که نبودن. اصلا از روایات عجیب غریبه، از روایات محیر العقوله. روایت داریم کسی که به 40 سالگی میرسه راهش رو پیدا نمیکنه، کسی که به 40 سالگی امروزیش، کسی که به 40 سالگی میرسه آدم نمیشه. اصلا 40 سالگی سن حساسیه. 40 سالگی هم 40 سالگی قمری ها، با شمسی یکی 2 سال بالا پایین اختلاف داره. میرسه راشو پیدا نمیکنه، چون 40 سالگی دیگه شخصیت معنوی انسان، روحی انسان قوام میگیره. به خاطر همینم بعضی از انبیا 40 سالگی مبعوث میشدن، این شخصیت کامل شکل میگیره. به 40 سالگی برسه و آدم نشه، ابلیس سردسته شیاطین. ببین منو، این ابلیس اینجوری دست میکشه به محاسنش، میگه آخ به ابی انت و امی، پدر و مادرم، فدای این صورتی که دیگه رستگاری رو نمیبینه. تو شدیم الان دورت بگردم جوون عزیزم، قربونت بشم، خدا میداند به اسم مقدس آقا جانم حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فدا، من حسرت 20 سال گذشتم رو میخورم. اینی که روزه اومدم و رفتم افتخار میکنم، اما اینی که چرا تو همین روزه اومدنم و رفتنم تو خیلی از مواردش احتیاط نکردم، حسرت میخورم. خیلی میتونستم بهتر از امروز باشم تو درگاه ابی عبدالله اگر یه چیزایی رعایت میکردم. یعنی چه چیزایی رعایت میکردم؟ اگه گوشمو میپاییدم، زبونمو میپاییدم، چشمو کنترل میکردم، خیلی میتونستم محبوب تر باشم. چیزی آماده کردی 40 ساله برای ملاقات خدا؟ یا ابناء الخمسین 50 ساله ها آتاکم و نذیر. خب خطر رسید بالا سرشون، 50 سال خطر رسید بیخ گوش شما، یعنی تمام از این به بعد شیشتونگ حواستو جمع کن. بچه ها، برادرا، خواهرا، جوونا، با شما خب الحمدلله تو جلسه پیر غلام هم داریم، این جلسه به زودی حسینیه پر میشه و دمتون گرم که تو این شبایی که شبای آخر ساله و خیلی دنبال خرید و خیلی دنبال حالا برنامه های عیدن اومدید برای جوون ابی عبدالله دور هم جمع شدیم، دستتونو میبوسم. ولی اگر تو همین جمعیتی که اومده نشسته، خوب گوش کنید، یه پیر غلام امام حسین بیاد تو، جوونا دورتون بگردم، این 2 دقیقه منو شیشتونگ با من باشید. هر جایی که تو پیر بشی اگه به درد نخوری، به کار نیای، التماس دعایی. خدا نیاره اون روزا. یکی از بزرگان همیشه دعا میکرد، یکی از اعازم، یکی از اونایی که سرش به تنش میارزید همیشه دعا میکرد، میگفت خدایا منو نوبتی نکن. آقا یعنی چی منو نوبتی نکن؟ گفت یعنی این پسرم نگه داداش امشب نوبت توی بابا رو نگه داری، اون یکی بگه نه نوبت آبجی نگهش داره، اون بگه نه بابا من که پیروز بردمش، نوبت فلانی نگهش داره. او خدای من نوبتی نکن. امیرالمومنین سلام الله علیه و روحی فدا میفرماد خدایا اولین چیزی که از من علی میگیری جونم باشه.
چقدر این دعا عجیبه، چقدر این جمله حکیمانه است. یعنی خدا اول چشمو نگیر بیفتم تو خونه نابینا، بخوام از اینجا برم برای قضای حاجت دو نفر زیر بغلمو بگیرن، دستمو بگیرن، پام به در و دیوار بخوره. اول جونمو بگیر قبل چشم. یعنی خدا قبل از این که جونمو بگیری دست و پامو نگیری سکته کنم فلج بشم تو خونه بیفتم برای قضای حاجت مجبور بشن لگن برای من بیارن و ببرن همه اعتبار و حیثیتم بره. اولین چیزی که از من میگیری جونم باشه. این دعای مولاست. یعنی خدا نکنه قبل از جونم نطقمو از من بگیری یک کلمه بخوام به طرف بفهمونم هی ایما اشاره آخرم نفهمه، اول جونمو میگیری. یعنی خدا نکنه اول گوشمو از من بگیری قبل جونم یه کسی بخواد یه جمله به من بگه باید بال بال بزنن نفهمم بعد به من بخندن، اول جونمو بگیر. به یه جایی برسی به درد کسی نخوری مرخصی. به خدا اگه بچه هات نااهل باشن پیر بشی میبرنت خونه سالمندان. بازنشسته شدن یه رقم نگاه اینه که یعنی تو دیگه کارایی نداری برو خونه استراحت کن، سر کارم جوابت میکنن، بچهات هم جوابت میکنن، تو اجتماع هم پیر بشی خیلی وقتا بهت میخندن. والله بالله تلا تنها جایی که هرچی پیرتر بشی عزیز میشی زیر بیرق سید و شهداست. به خدا قسم جوون اگه جوونی تو زندگی تو توون تو مال تو رفت تو اومد تو همه وجود تو برا غیر ابا عبدالله خرج کنی مطمئنن خسران زده و ضرر کرده ای. فقط ابا عبدالله، فقط خدا و پیغمبر و آل رسول، همین. یه عمر برای کسی دلاراست شو پیر میشه اصلا قدر نمیشناسن، بچه هات قدر شناسی نمی کنن. اما الان پیر غلام امام حسین بیاد تو جا نباشه مشدید شما میشناسن من مستمع خودمو، بلند میشید جا بدید آقا بشینه. چرا خب مگه چه فرقی با بقیه میکنه؟ بابا این ریشش در خونه سید و شهدا سفید شده. بعدم هر چی میتونی برای امام حسین کار کن، هر رقمی میتونی برای ابی عبدالله تلاش کن. میدونی چرا؟ هر چی، این جمله رو بگیر خوب دقت، هر چی امام حسین بار رو دوشت بذاره به امام حسین بدهکارتر میشی. فکر نکنی بگی خب من برای امام حسین جلسه گرفتم و کلی من از فلانجا اومدم و منبر رفتم پس ما از امام حسین بگیریم طلبکاریم. نه بابا، هر چی بیشتر امام حسابت کنه به امام حسین بدهکارتر میشی نه طلبکارتر. آقا جون دورت بگردم، اگه جونمو بگیری من و خانوادم یه عمر بدهکارت میشی. اگه جون ناقابلمو قبول کنی بدهکارتم باز. بچه ها هر جا پیر بشید ردتون میکنن جز زیر بیرق ابا عبدالله. من به خودم میگم، آقا به خودم میگم، البته به خودم میگم، خیلی به خودم درجه میدم رتبه میدم خودمو آدم حساب میکنم، ولی میگم به خودم میگم که به کسی بر نخوره یهو. ای دل به خود ببال، ای دل به خود ببال که شاهان کوی عشق از بحر حفظ خانه سگان را جدا کنند. به هر کسی اجازه نمیدن، به هر کسی افتخار نمیدن. خودمو میگم، البته خیلی تحویل میگیرم. ای دل به خود ببال که شاهان کوی عشق از بحر حفظ خانه سگان را جدا کنند. در بارگاه کاخ ملوکانه رسم نیست سگ را پس از سنین جوانی رها کنند. رسم نیست. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین.
من چند دقیقه راجع به است علی اکبر. آقا سلام، دورتون بگردم. راجع به است علی اکبر عرض کنم و رفع زحمت کنم. آقا چارشم به سوری هم میاد برقراره؟ آره با لباس بعدی. امشب چیه؟ نه بودا اینا دارم درست میگن تو ذهن. امشب چهارشنبه سوریه، ایشالله یه چهارشنبه هم سوریه به حق حضرت زهرا. خب رفقا، آقا حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فدا به اعتراف 28 مورخ تاریخ، 28 مورخ بزرگ، پسر بزرگ ابا عبدالله است، یعنی قبل از حضرت سجاد به دنیا آمده. در تاریخ این مطلب رو داریم، البته نقل هم روایت هم داریم. موقعی که یزید لعنت الله علیه، موقعی که یزید لعنت الله علیه تو کاخ شروع کرد سر و صدا کردن و گرفتم و زدم و بردم و کشتم و سر ابی عبدالله تو تشت، و حضرت سجاد سلام الله علیه و روی فدا بلند شد اون خطبه رو خوند و یزید ریخت به هم، گفت این جوان کیه داره خطبه میخونه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت ببینم مگه علی ابن حسین رو خدا در کربلا نکشت؟ سری زد به خدا، یعنی ببین خدا همتون رو نستجیر بلا قلع و غم کرد، منظورش از علی اکبر بود. مگه علی ابن حسین رو خدا در کربلا نکشت؟ به من گفتن علی ابن حسین کشته شد، تو کی هستی دیگه؟ حضرت سجاد فرمود کان علی اخون اکبر منی المسما به علی فقتلتمو. من یه برادری داشتم اکبر منی بزرگتر از من، اسم اونم علی بود، شما کشتیدش، گردن خدا نذارید. المسما به علی فقتلتمو. حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فدا از پدر، خب میدونید هاشمی است، امیر المؤمنین، و به آقا از حضرت زهران به رسول الله میرسه. از مادر، با من باشید، مادر ایشون، مادر است علی اکبر کیه؟ جناب ام لیلا سلام الله علیها و روی فدا. پدر ام لیلا از ثقیفه، پدر ام لیلا پسرعمو جناب مختار ثقفی است. پدر ام لیلا، مادر ام لیلا به ابی سفیان میرسه، به بنی امیه. لذا روز عاشورا پیغام فرستادن برای علی اکبر که بابا بیا این ور، تو فامیل خلیفه ای، نسبت داری با خلیفه. یه جواب داد، گفت اگر به نسبت باشه، نسبتم با امیر المومنین علی ابن ابی طالب نزدیکتره تا خلیفه ملعون شما. خوشتران باشد حدیث دلبران، گفته آید در لسان دیگران. معاویه لعنت الله علی نشسته به تخت، با دمجون دور قابچینام ایستادن. معاویه گفت من الیق به هادل امر، کی لایق ترین به این امر، به این امر خلافت کی از همه لایق تره؟ من الیق به هذا الامر، کی لایق تره؟ یکی گفت آقا وجود نازنین خود شما. دومی گفت آقا یزید. نه. سومی گفت آقا امرآس. چهارمی گفت مغیرت ابن شعبه. آقا دیگه کسی نموند، شما بفرمایید کی لایق ترینه. من علی اکبر بادلم، کی لایق ترین فرد به این امر خلافته؟ معاویه لعنت الله علیه گفت لایق ترین فرد به خلافت علی ابن الحسین الاکبر، علی اکبر حسین از همه لایق تره بر این خلافت. فضل آقا حضرت علی اکبر اصلا قابل احسانیست، به قول حضرت آیت الله العظما کوهستانی رحمت الله علیه که حرف بی حساب کتاب نمیزنن این بزرگان، فرموده قیامت انقدر علی اکبر شفاعت میکنه شفاعت میکنه که اصلا نوبت به سید الشهدا نمیرسه که شفاعت. سه،
حضرت علی اکبر قطعا صاحب همسر و اولاد بودن، به دو دلیل. یک، خب برادر بزرگ حضرت سجاده و ملزم به شرع مقدسه. وقتی حضرت سجاد متأهلن و فرزندشون امام باقر تو کربلا 3-4 سال است، قطعا علی اکبر صاحب فرزند و اولاد و همسره. دو، از امام معصوم 3 امامزاده فقط زیارت نامه مستقیم دارن. 3 تا امامزادن که خود امام معصوم با قلم خودش زیارت نامه نوشته: حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت معصوم سلام الله علیه اجمعین. امام معصوم علیه السلام، حضرت صادق تو زیارت نامه حضرت علی اکبر میرسه: السلام علیک و علی اطرتک و علی اولادک. سلام به تو، سلام به اطرتت، سلام بر فرزندانت. بعد جایی هم داریم تو همین زیارت نامه بفرماد برس: خدا به عظمت علی اکبر تو همین ماه شعبون ما رو به کربلای حسین برسان. میگه برس به قبر، صورت تو بذار روی قبر مطهر. تو همین زیارت نامه هست علی اکبر، بذار رو قبر، 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابوالحسن. کنیه حضرت ابوالحسنه، باید پسری به نام حسن احتمالا داشته. حالا چرا؟ حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فدا، اینم از عجائب، خیلی من دوستش دارم و خیلی باش عشق میکنم و خیلی کیف میکنم و خیلی بال در میارم و خیلی لذت میبرم. رفقا، 2 خونه تو مدینه 24 ساعت درش باز بوده، به معنای واقعی درش باز بوده ها، نه اینکه بری در بزنی بگه حالا آقا نیست، نه باز بوده. 2 خونه تو مدینه است که صبح میرفتی اطعام حاضر، ظهر میرفتی اطعام حاضر، عصر میرفتی اطعام حاضر، شب میرفتی سفره پهن، لباس نداشتی لباس میدادن. خونه بزرگ، مهمون سرا داشته، غریبه میومده صاف میومده تو این خونه. 2 خونه تو مدینه بوده که بالای خونه مشعل روشن میکردن تو سبدهای فلزی بزرگ، با فلز داده بودن سبد درست میکردن. از موقعی که آفتاب میرفته پایین، یکی مأمور بوده میرفته آتیش بلند درست میکرده، شعله دار توش هیزم میریخته که این شعله اطفا نشه تا صبح، که اگر کسی تو صحرا راه رو گم کرد از این آتیش راهو پیدا کنه. و رسید مدینه صاف میومد پای آتیش، چون اونجا مهمون سرا بود. اول کرم خانه آقا و مولام حسن ابن علی، دوم منزل آقا حضرت علی اکبر. خونه حضرت علی اکبر مهمون سرا بوده تو مدینه، در این خونه باز بوده. چرا؟ چون در تاریخ داریم که حضرت علی اکبر کلن تو خونه امام مجتبی بزرگ شده، در تعلیم امام مجتبی بوده. از کجا؟ تو همین زیارت نامه ای که از امام معصوم رسیده، از امام صادق رسیده، تو همین زیارت نامه داریم میفرماد، ببین، میرسه به سلام دادن به حضرت علی اکبر، امام صادق نوشته، امام معصوم، خدشه ای نداره، میفرماد السلام علیکه، به علی اکبر میفرماد السلام علیکه یبن الحسن والحسین، سلام بر پسر حسن، پسر، چرا؟ چون الآباء و ثلاثه روایت داریم، پدرها 3 دستن، 3 جور پدر داریم. ابون ولدک، پدری که ازش متولد شده، همین بابایی که ما میگیم. ابون زوجک، کسی که دختر بهت داد، تزویجت کرد، پدر خانومت در حکم پدره. ابون علمک، پدری که چیزی یادت داد. از باب ابون علمک السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین. و حضرت قاسم ابن الحسن متقابلا کلن تو خونه امام حسن علیه السلام بزرگ شدن. چقدر وقت داریم آقا؟ ماشاءالله ترافیک مدار اون پشت. من چون نمیدونم که حسن آقا اومدن یا نیومدن. یه سو شما آقا باید دستور بدید. خانم گرده کردن آقا، جماعت منتظر اونا. نکته آخرم بگم، حالا امیدوارم نکته آخر باشه، امیدوارم. من میدونم شما اومدید امشب کف بزنید، عشق کنید، الان دارید آروم آروم فوشا رو میدید دیگه. چی؟
ما نوکر تیم آقا سید درس پس میدیم. اسباب کلام معصوم، اسباب کلام معصوم یعنی سید الشهدا که فرمود خلقن خلقن منطقن اشبه الناس به رسول الله اسمت قطعی حضرت علی اکبر استخراج میشه، قطعا ایشون معصومه. ببین رفیق، معصومه به معنای خاص 14 تا داریم، شک نداریم، اما تو نمیتون. خب اگه 14 معصومه، نعوذ بالله، خاک به دهانم، پس حضرت عباس، پس زینب کبرا، پس علی اصغر 6 ماهه، آخای اینها هم معصومن. معصوم اصلا رتبی است، رتبه های مختلفی داره. وقتی معصوم ابی عبدالله می فرماد در مورد حضرت علی اکبر فانه ممسوس فی الله، این مس شده در خداست، این غیر اسمت ازش استخراج میشه؟ نه والله. خلقن، خب اللحاظ خلقت از همه شبیه تر بود به پیغمبر، این نکته شنیدنی است که در حرکت کردن پیغمبر و راه رفتن پیغمبر اینجوریست که پیغمبر یه خورده وزن رو پای راست رو پای چپ، رو پای راست رو پای چپ، به قول ما خرامان خرامان. نفر دومی که تو خلقت اینجوری حرکت میکرد دخترشون جده سادات حضرت زهرا سلام الله علیها و روی فداها، نفر سوم آقا حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فداها، اینجوری راه میره. لذا شما برگردید یه لحظه، نمیخوام اذیتتون، حتی اذیت که نمیگم، مثلا بدم میاد بگم نمیخوام گریه کنی کام تلخ بشه، کام ما با گریه بر امام حسین در هر حالتی شیرین میشه، در هر حالتی گریه میکنی، نوش جونت، عشق خودته. به خاطر همین نبی عبدالله آخر فرمود یه چند قدم علی اکبر جلو من راه میری، به خاطر این فرموده چند قدم. خب حالا خلقن انقدر شبیه پیغمبر بود، موقعی که اومد میدون حمید ابن مسلم میگه مختصر افرادی که پیغمبر رو دیده بودن سر اسب و کج کردن برگشتن. عمر زد گفت کجا میرید؟ گفتن کوری، پیغمبر زنده شده به یاری پسرش حسین اومده، پیغمبر اومده روبرو ما، بابا پیغمبر نمیجنگیم. خب بابا پیغمبر، آقا بابا صدا صدای پیغمبره، چهره چهره پیغمبره، عبوسی عبوسی پیغمبره، حرف زدن حرف زدن پیغمبره. نه آقا بیایید این پسره آقا حضرت سید الشهدا علی اکبر برگردید، انقدر شباهت وجود داشت، انقدر شبیه بود، اشبه الناس خلقن خلقن انک لعلا خلق عظیم. هر چی در باب خلق پیغمبر تو میتونی لیست کنی سیاه کنی، همشو در باب حضرت علی اکبر به نص امام معصوم باید سیاه کنی. دیگه شبیه تر از حضرت علی اکبر نداریم خلقن به پیغمبر. حالا من بشینم اخلاق پیغمبر رو بشمارم، وقت نداری، و جنات معنوی پیغمبر رو بشمارم، وقت نداریم. سه، منطقا. منطقا یعنی چی؟ یعنی نطق. خوب دقت کنید رفقا، این نطق الزاماً به معنای صدا نیست فقط. بیا صداش خیلی شبیه مثلا پیغمبر بود، نه، این نطق الزاماً فقط به معنای صدا نیست. این نطق چیه؟ آیه قرآن و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این آیه در مورد نطق رسول الله نازل شده. یعنی چی معنیش؟ یعنی آقا رسول الله حرف نمیزنه و هر چی که حرف میزنه از رو هوا نیست، از روی حواس نیست، هر چی میگه وحیه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، علی اکبرم نطقش نطق وحیه. اشبه الناس دیگه، من دو رو میذارم کنار دو، اگر رقمی غیر 4 به دست میاری بگو منم یاد بگیرم. خلقن، 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 خل
خلقن خلقن منطقن اشبه و ناسب نبی. دقت کنید، اینی که خلقن و خلقن و منطقن اشبه و ناسب آقا حضرت رسول الله است، خلقن خلقن منطقن این جناب حضرت علی اکبر، پس چرا برگشت آمد روز عاشورا به باباش گفت که ثقل الحدید اجهدنی والعطش قد قتلنی، عطش داره منو میکشه، سنگینی زره اذیتم میکنه، راهی هست به من آب بدی؟ خب من سوال دیگه، سوال سائلم حسابیه، میگه اینی که شما دارید میبریدش تا پای عصمت که ما نمیبریمش بالاتر از این حرفاست جناب علی اکبر، هر چی من بگم از دهان من در صفات او خارج بشه کسر شأن وجود نازنینشه که یه همچون منی راجبش حرف بزنم، ایشون قطعا معصومه، ممسوس فلاست، چرا میاد به باباش میگه راهی هست به من آب بدی؟ اولا این ثقل الحدید اجهدنی برای مبارز بی نظیری مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روی فدا 4 کیلو آهن زره نیست. میدونید زره فولاد آب دیده است، ریز ریز اینا به هم بافته شده، تو هم گره خورده که شمشیر با 1-2 ضربش اثر نمیذاره. ضربه‌ای که بتونه زره و بشکافه یه بازوی ستبر میخواد، با 2 ضربه امثال من و تو این زره شکافته نمیشه. حالا یه چیزی یادم اومد تو پرانتز بگم، اینم یهو یادم اومد، چون یهو یادم میاد احساس میکنم حواله است باید خدمتون تقدیم کنم. سفینه البهار آشق عباس قمی تو ماده حنفه در باب محمد حنفی پسر امیرالمومنین که میرسه، چون حالا شنیدنیه، میگه یه وقتی یه زرهی آوردن پیش امیرالمومنین، گفتن آقا این زره مال شما، هدیه آوردن. مولا این زره رو پوشید، دید زرهی خورده بلنده براش، فرمود غمبر، تو سفینه البهار سند دادم، فرمود غمبر این زره رو وردا ببر آهنگری، به آهنگر بگو این تیکه اضافه است، از این تیکه کوتاهش کنه. او چشم گذاشت، یه خورده بعد دورت بگردم، یه خورده بعد جناب محمد حنفیه پسر حضرت امیر سلام الله علیه و روی فدا آمد و گفت غمبر این زره مال کیه؟ گفت مال آقا امیرالمومنین. گفت خب چرا اینجا گذاشتی؟ گفت آقا گفت این تیکه پایینش اضافه است، ببر آهنگری بگو ببرن، به قول امروزی کوتاهش کنن. یه دستمال کاغذی بده من ببین. تو روایته که جناب محمد حنفیه گفت آهنگری بده ببینم از کجا، اینجا کوچه مثل یه دسته مثلا یه روزنامه اینجوری پاره کرد زره. محمد حنفی خیلی رفقا قدر و شجاع بوده ها، اعجوبه بوده تو شجاعت، اعجوبه بوده تو شجاعت. یه کوچولو بگم، یکی دو جا هم سر جنگیدن و شجاعت گله میکنه به آقا امیرالمومنین، آقا ما شجاعیم، این ابوالفضل باز داره چیکار میکنه؟ داریم تو وقت و صفه گرفت با دست این زرهی که چیو با دست پاره کرد. یکی اونجا دید گفت عجب دستی، عجب زوری. بعد از زور همون روز یه گیری تو دستش به وجود اومد، دستش فلج شد. محمد حنفی از دست هم علیل بود، دستش فلج شد. امروزه به چی میگن؟ چشم، چشم زخم. بعد امیرالمومنین گلایه کرد، فرمود محمد من تو فکر من نمیتونم خودم اینو اصلاح کنم، خودم اینو پاره کنم، ولی هر کاری از طریقش، من پدر تو هم، چرا این کار؟ و این دست فلج مون دست محمد حنفیه. این 4 کیلو 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو زره که حضرت علی اکبر اذیت نمیکنه، زرهی که حضرت علی اکبر پوشید، در نقل داریم زره خاص آقا رسول الله بود که تو جنگ ها میپوشید، یه زره عجیب غریبی بود. و جالب اینه این زره که حالا یه خوردم به هم ریختگی داشت به خاطر جسارتی که به علی اکبر شد سلام الله علیه و روی فدای آوردن میشه امام صادق، امام صادق این زره رو پوشید دلا شد، فرمود این زره به قامت من راست نمیاد، ثقل معنوی رو میفرمان. بعد فرمود این زره فقط به قامت پسرم مهدی راست خواهد آمد.
و این زره الان خدمت امام زمانه. ثقل الحديد اجهدنی، این سنگینی معنوی زره داره اذیت میکنه، تشنگی هم فشار میاره. راهی هست به من آب بدی؟ سوال از تلکبر، نمیدونه آب نیست تو خیمه ها؟ میدونه دیگه، نمیدونه برای دو جرعه آب اینجا همه دارن آتش میکشن؟ چرا آقا میدونه؟ پس دو تا جمله، محمد برقانی، محمد صالح برقانی تنکابونی کتابی داره به مخزن البکا، اون تو بحث میکنه که چرا از علی اکبر اومد این حرفو زد، اینی که معصومه، اینی که ممسوس فلاست، چرا اومد این حرفو زد. نکته اول اینجوری میفرماد، میفرماد آقا علی اکبر که خواست بره میدون، آقا علی اکبر که خواست بره میدون، ابی عبدالله خیلی دلش میخواد، دلش میخواست یه بار دیگه علی اکبر رو ببوسه، خیلی دلش با اون حجب و حیای پدرانه نمیذاشت. میفرماد اون موقعی که اومد گفت تشنم آیا راهی هست، ابی عبدالله زبون تو کام علی اکبر گذاشت و این حرف علی اکبر باز کردن راه بود برای اینکه ابی عبدالله برای آخرین بار علی اکبر رو ببوسه. یه مدل لطف علی اکبر به پدرشون ابی عبدالله بود. و دوم، سومش هم بماند بعدن چون خیلی توضیح داره، دومو میگم و انشالله دیگه میریم از مدایح و مناقب حضرت استفاده کنیم. دوم تموم، دوم حضرت حسین علیه السلام نشسته بود رو اسب، چون اولین اعزامی از بنی هاشم علی اکبره، این نگاه میکرد، چون محمد صالح برقانی تنکابونی میفرماد با نگاهش و تصرف ولایی تیر و نیزه ها رو از علی اکبر دور میکرد. موقعی که آمد خدمت حضرت ابی عبدالله عرض کرد راهی هست به من آب بدی، حضرت فرمود برو به زودی از دست جدت سیراب میشی. با زبون مؤدبانه یعنی بابا جان نگاه ولایی تو وردار، این نظر ولایی تو وردار، دیگه خسته شدن. حضرت هم با کنایه جواب دادن که برو به زودی از دست جدت سیراب میشی. کردی چو با تیغ دو سر در عرصه میدان گذر، کردی چو با تیغ دو سر در عرصه میدان گذر. این شعر برای مرحوم کمپانیستا، یه عالم این شعر گفته. کردی چو با تیغ دو سر در عرصه میدان گذر، بر شد ز دشمن الحذر، عباس می گفت العجل. دستتو بیار بالا، دست همه 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 همه، خدا لعنت کنه این سعودی که این جور جوانای شیعه رو کشت. خدایا به عظمت علی اکبر، به عصمت علی اکبر، به قربت علی اکبر ریشه آل سعود رو بکن. با صدای حیدری امام زمان، ندای ملکوتی اشهد و ان علی ولی الله، بر مناره های مسجد الحرام به صدا درآور. خدا رهبرمون رو حفظ کن، هر کی تو هر لباسی تیشه به ریشه دین و حیات و سیاهی و عزاداری و ابی عبدالله میزنه، به دستان مقتوع الیدین قطعیت بفرما. هر کی دلش کربلا میخواد بلند سلام.